سلام سلام بیننده های عزیز یوتیوب چینل تلویزیون جهانی آریانا، خدا کنه که همیتون صحتمند و سرحال باشین هر کجای دنیا که هستین. شما را بر نخستین برنامه شما و آریانا خوش آمدید میگم در این برنامه. البته قسم ای برنامه هست که ما با همکارای ما صحبت های خیلی شیرین، صحبت های خیلی دوستانه می داشته باشیم و در این برنامه همکارای ما بر شما میگن، یعنی ما از اونا سوال میکنم که با کیها ارتباطشان خیلی خوب است و با کیها زدکان دارن، چون در کار از دیگه بعضی کسا یک تعداد از نفرا البته با یک تعداد خوب هستن، یک تعداد خوب نیستن و در این برنامه شما البته بیننده باشین و ببینین که در این برنامه کیها با هم بسیار رابط دوستانه و صمیمانه دارن و کیها با هم رابط خوب ندارن. خب و در کنار از او صحبت های خیلی شیرین زندگی شخصی خود هم اگر دوست داشته باشن بر شما دوستا میگن و ما بیرون برآمدم که یکی از همکارای ما را پیدا کنم که فعلا شما اگر در بک‌گراند میبینین مستوره جان با پوپل جان که مدیر سوشال میدیا هست همراه ما هستن. بریم ببینیم که مصروف چی هستن، صحبت میکنن، روی برنامه هست یا روی که از کار خسته شدن آمدن تفریح میکنن. سلام سلام مستوره جان و پوپل جان، من اون طرف میشینم در بین اردیتان که صحبت های هر دوی شما را داشته باشیم. پوپل جان خوب هستی؟ سلام، صحت خوب، بخیر هستی؟ ما در این لحظه برنامه شما و آریانا را ثبت میکردیم، ما بیرون برآمدم گفتم یکی از همکارای ما را پیدا بکنم که همراهشان برنامه را ثبت کنیم. همینجا دیدم در یک بغلک پوپل همراه مسوره جان ششته بودم، مثلا ورقا در دستایشان بود و مصروف بودن. ما گفتم بریم ببینیم که مصروف کار هستن، روی برنامه ها صحبت میکنن یا که از کار کمک که خسته شدن آمدن که اینجا بشینن تفریح کنن، از این فضای سرسبز لذت ببرن. مسوره جان خودت هم خوش آمدید میگیم به تلویزیون آریانا. البته تازه نیست، مسوره جان تقریبا دو سه ماه میشه که به جمع خانواده آریانا پیوسته. یک دختره که خوش اخلاق، دختره که بسیار دوستانه و صمیمانه است، شخصا من هم دوستش دارم. دیگه همینجا آمده من پوپل جان پیدا کردم، من مسوره جانم. مسوره جان کدام گفتنی داری؟ خود قدم اول ما هم سلام های خود تقدیم میکنم به هموطنان عزیزم. ما هم گفتیم که مصروف کار بودیم، گفتیم بیا همین جلسه را چی خوبتر که در یک جای فضای باز بگیریم، هم یک هوای تازه کنیم و هم سر برنامه گپ بزنیم. بله پوپل جان، خودم خدا دیگه ما قدر مصروف است. من پیشتر میادوار شدم مدیر سوشال میدیا است، دیگه مصروفیت پوپل جان زیاد است، مصروف می باشه و همینجا ما فکر کردم پوپل آمده تفریح که از این فضای سرسبز لذت ببره، ولی مصروره جان میگه که روی برنامه کار میکنن. چطور پوپل؟ اما درست که اجازه باشه که یک سلام علیکم روی بیننده داشته باشم. سلام تقدیم میکنم خدمت بیننده عزیز، با خصوص برنامه شما و آریانا. بله ما دیگه بعد از این خوب هم خستگی کار تا بالا هم هست کمرای مستوره جان. شما برنامه مستوره جان هم دیدین و برنامه که در سوشال میدیا نشر شد، خدا کنه که مورد پسندشان قرار گرفته باشه. دمو با این ویدیو کامنت های تانه نشته کنین که چطور بود برنامه. دیگه حال خواستیم روی یک برنامه نو انچال همرای مستوره جان با برنامه کاملا متفاوت که قریب شاید دمی حدود یک هفته دو هفته وقت بگیره، بعد از اون انشالله نشر میشه. روی از اون صحبت میکردیم ولی نه نامش میگیریم نه مو طرح برنامه رو میگیم. باشه خی شما برنامه تون رو ثبت کنین، باز من میایم بعد از برنامه، بعد از برنامه شما واریا مگه خودت باشه باز روی برنامه جدید. خب درست است پوپل جان، من میخواستم یک سوال پرسان کنم که این برنامه خودت چطور شد موضوعش؟ خود چون موضوعات قرنطین بود و نمیشد برنامه خودت، یک برنامه خیلی جالب بود که میرفتید البته در رستوران تا غذای متر لذیذ به معرفی میگرفتی و چطور شد این موضوع؟ دوستا فکر کنم که یک تعداد از دوستا به ما هم مسج ماندن که پوپل جان چطور شد این برنامه، شاید دوباره شروع میکنه یا نه. خود چون همگی ما شاهد هستیم که موضوع قرنطین است و فعلا دیگه برنامه پوپل جان هم به فعلا دیگه ثبت نمیشه. فعلا ثبت به خاطر نمیشه که رستوران ها بسته است و رستوران های باز است که اونها دلیوری دارن یا غذا را پخته میکنن میرسانن در منازل یا اگر کدام محفل خوشی باشه. از او خاطر فعلا این برنامه ما استاپ است. ان شاء الله هفته آینده بیننده یک برنامه جدید باشن از که پرزنترش خودم هستم یا گردانندهش خودم هستم به نام کابل ما، که ان شاء الله یک برنامه جالب است خوش بیننده می. پوپل جان نام برنامه رو گفتی نشه که کس کپی بکنه. اختطاف نشه، نه نمیشه ان شاء الله. خب امیدوار هستیم که اختطاف نشه. به هر صورت دیگه پوپل جان خوش شدیم، سلامت، تشکر.
زنده باشین. یکمک ما توش نشدیم، اگر بر ما بگوین که اگان چیز روان بکنه، اگر روان کنین بسیار خوش میشیم. تشکر پوپل جان، سلامت. خب دوستای عزیز، باش من کمک بیشتر بشینم، کمی تصویرمو میگذاره خوبش معلوم شوه. امی جان میگه که کمک نگاه میترفتر بشینم، کمی موضوعات موضوعات کرونا را هم در نظر بگیریم، یک کمک دورتر فاصله را مراد کنیم. خب مسوره جان، قسمه که پوپل گفت، خودت نگه برنامه های نو روی دست داری که به دوستا البته تقدیم کنین شما، و همه دوستا هم دیدن برنامه های ایدی را، باز فراموش ما نشه که ایدی گذشته دوستا را هم تبریکی بدیم دیگه. گذشت و هنوز خستگی اید، اما خستگی از برنامه ما، خود 3 روز اید در خدمت هموطنهای ما بودیم دیگه، اما خستگی هاش رفت نشده که سر برنامه دیگه کار میکنیم، ولی لذت دارم کار کردن به چیزی که عشق میورزی، لذت دارم. بله مسوره جان، و این ایده چقدر متفاوت بود با دیگه ایده هایی که البته خودت گذشتاندی، چون در این ایده تلویزیون آریانا بودی، در کنار ما در برنامه ها بودی، چقدر خوشایند بود. من در نظر چقدر دختر خوش اخلاق بودم، چون من خوب سر جانم هستی. مسوره جان، قسمه که پیشترم گفتم یک دختره که زیاد تعریف نمیکنم که دوستا بگه شاید مسوره هست، من تعریفش میکنم یک دختره که بسیار خوش اخلاق، دوستانه و صمیمانه است. اگر دوستایش میشناسن، اگر میبینن، خب اونا معلوم است دیگه، چون که بله. خب مسوره جان، در کنار از اینکه خودت در رسانه کار میکنی، یک تعداد از کسایی که خودت دنبال میکنن برنامه‌ات، دوست دارن بفهمن مسوره در کنار از اینکه در رسانه کار میکنه چی مصروفیت دیگه داره. آیا درس میخونه؟ کدام کار شخصی دیگر داره؟ چطور؟ مروه جان، من تو مصروفیت دیگه ای مثلا مثل از که دیگه جای کار کنم ندارم، ولی درس ما تمام کردیم، روی مونوگرافم کار کردم، میرم مونوگرافم که باید خلاصش کنم، ولی چون قرنطین شد، ما قرنطین شدیم و بعد برویم تو قرنطین کردم در یک جای ما، درس هم قرنطین شد، درس هم قرنطین کردم. و دیگه در کنار از او، وقتی که جیم میرفتم، وقتی که قرنطین شد جیم هم بسته شد دیگه، دوباره پس جیم ها باز شده، میخوایم دوباره پس هر کارم در این سر بک جیم برم دوباره دیگه. یعنی مصروفیت های کار خانه که نمی کنم، ولی همکاری که با مادرم می داشته. خب شد یک موضوع اشاره کرد مسوره جان که کار خانه، در کار خانه خب من بسیار مهارت خیلی خاص دارم. بله مسوره جانم خبر داره. و چطور است قسمه که خودت گفتی که کم کار کمک میکنی امروی مادر جان، یعنی آشپزی و جارو کردن و ظرفشویی و اینا رو یاد داری یا که نمیکنی وقتش نیست؟ مروه جان، من کل کار خانه رو یاد دارم، چون که یک زمانی که من هنوز مثلا به کار آغاز نکرده بودم، کل کارهای خانه رو خودم میکردم، ولی وقتی که به کار آغاز کردم، اما مصروفیت های کاری بعد از اون که خانه میرفتم، خستگی، نمیتونستم به کار خانه مثلا رسیدگی کنم. به اون خاطر یکی، یعنی مثلا در خانه کسی هست کارا رو میکنه و مادر جانم امروش همکاری میکنه، ولی گهگاهی مثلا اگر در روزای جمعه که خانه می باشم، باز غذای چاش سرمست یا غذای شب مثلا نوام بخواست پدر جانم که زیاد دوست داره دستپخت مرا بخواه. یعنی اگر یک غذا رو خودت آماده بسازی، در چقدر وقت آماده می سازی و او کدام غذاست که خودت زیادتر در او مهارت داری و مزدار پخته می کنی؟ مروه جان، من کل غذا را خوب یاد دارم پخته کنم، تمام غذایی که مثلا بدونه، مثلا غذایی که با یعنی آرد پخته میشه، یعنی خمیری نباشه، کلش یاد دارم، ولی غذایی که خیلی خودم یاد دارم درست کنم و خیلی خودم دوستش دارم، دم پخته است، که یکی از غذایی است که من خیلی دوستش دارم و خیلی خوب میتونم پختش کنم. بسیار خوب، بین نام خدا مسوره جان، آشپزی ها مهارت خیلی خاص خود داره، و یگان روز دیگه همراه همکارا میایم خانه تان نزدیک دفتر است دیگه، متو یگان دم پخت مزدار بر ما پخته کو که دیگه ما هم نوش جان بکنیم. حتما آماده میکنم جان، تو فقط بیا. تشکر از پوپل جانم که همونتو یک چای مزدار زعفرانی بر ما روان کرد، ولی مسوره جان میگه که خشک و خالی، یگان چاکلیت، یگان شیرنی با گفته یگان روان کرد. در برنامه من هستم، باید مروه میار چرا ناوردی امراید؟ من همینجا آمدم دفتن که ببینم کدام همکار ما هست، پیدایش بکنم، باز از این با دماتو میکرم. حال دیگه نوبت ما که بود ناوردی، باز به دگرام نبری؟
خیر است باز ما برنامه که خلاص شد باز میریم کانتین یکان چیز میگیریم. پوپل خبر ما یک چای خوش خالی رو روان کرد ولی بازم تشکر از پوپل جان. خب مستوره جان در این وقت برنامه اگر چطور است امرای فکایی؟ حالا هیچ فکایی گفتن یاد ندارم، یعنی فکایی که بگویم اقدر جالب نمی باشه، یعنی برای شخص بیننده جالب نمی باشه. یکان تفصیل سعی میکنم یک فکایی خلاص میگم ما میگه جالب، یعنی هیچ خنده نمی کنم. خاطره جالب داری؟ خاطره جالب خود تمام زندگی خاطره جالب هستم که ما هر روز با او سر میخوریم. ولی اگر یک شب برام بگی، ولی دیروز جالب بود که دیروز قسم میکنم من و مادر جانم یک جای میرفتیم. خب خلاصا آماده شدیم، شمال خیلی تیز بود، من دمی پیش دروازه استادم، این دروازه یک رقم ماکم به من خورد و هاوگار خونش کدام جایت نشکید در دستم خورد. من خودم سر خودم خندیم گرفته قارم آمدم که من سرکی قال مقال کنم. خب باد گناهی نداره، دروازه گناه داره، مادرم گناه داره، کی گناه داره سرکی؟ هم خندیم بود، هم بسیار اوگارشم زورم هم داده بود و... خدا لط میکنی که چرا اوجه استاد بودم و... کلی سنو من سعی داره کال سرکی، من یک عادت دارم زود قار میشم، کلی سنو من سعی داره که سرکی قار میشم. آخه سعی کسی اگم خندیم گرفت سمون سر کنم تا قانون شما خود گناه نداریم باده دعو بزنم. من گفتم خود علت میگلی. خب مسوره جان این خاطره جالب مسوره جانم شما شنیدین. یک سوالی که من البته در خودم میخواستم که از مسوره جان پرسان کنم بدین از اینکه در برنامه باشه ولی پرسان نکرده بودم یادم رفته بود. مسوره جان دوست داره که کدام کشور سفر بکنه و یا از افغانستان دوست داری که بیرون بری زندگی بکنی یا داخل افغانستان میخوای زندگی بکنی؟ مروه جان برای زندگی کردن من ترجیح میتونم در افغانستان باشم چون کشورم هستم و مردم میشناسنم و فکر میکنم مستوره که مستوره شد با همی مردم شد. بدون مردم ما یک مستوره خالی هستیم که هیچ کس نمیشناسه ما و در کشور خارج طبعا نمی قسمت هیچ کس ما را نمیشناسه. ولی دوست دارم که مستوره باشم که دمی افغانستان میوشه ولی بر چکر دوستم ترکیه برام. ترکیه خب یک کشور سرسبز است، مخونه دیدیم قصهش شنیدیم به گفته یگان تا عکسهایش دیدیم. خب با خداوند خودت برسانه که امی دعایت البته قبول کنه که خودت بری بخیر ترکیه رو یک بار دیدن. دوست دارم یک بار ببینم چون همو طبیعت خیلی سرسبز داره و همیشه میگن بارانی میباشه، زیادتر هوای بارانی دارم. من هوای بارانی را خیلی دوست دارم، میگن هوا دو نفر است ولی دو نفریش کده آدم دلتنگیش زیادتر است ولی دوست دارم هوای بارانی. از دو نفرام کده همو سه چهار نفریش باشه خب مزه میتم، مثلا مخصوصا ما دخترها را که یک چهار پنج نفر یک جای شیم در فضای بارانی او بله. خب مسوره جان از رسانه بر ما بگو که کار کردن در رسانه چقدر بر خودت لذت بخش و خوشایند است و چقدر امیری بر ما بگو که آیا خوشایند است امی سوال هم. واقعا در موضوع خیلی خوب اشاره کردی. من رسانه عشقم است، یعنی من به کارم عشق میورزم چون من اصلا حقوق خواندم، در رشته حقوق تحصیلات کردم ولی چون رسانه را دوست داشتم، چون از اول با فامیل رسانه اونس گرفته بودم و دوست داشتم در رسانه باشم، من رسانه را انتخاب کردم و این کار به من واقعا عشق می‌ورزه. بسیار خوب. این خود گفتی که بر ما البته بر خودت شخصا خوشایند از کار کردن در رسانه، چقدر مخالفت یعنی بر خودت پیدا شده، چقدر حریف داشتی؟ چون هر کس یک کار را که شروع میکنه در اول مخالفت ها میباشه از طرف فامیل، دوستا یا مردم، چقدر خودت با این موضوعات روبرو شدی؟ مروه جان واقعا که میگه بسیار کسا هستن که مثلا اجازه نمیتن که انسان پیشرفت کنه، من با این رقم خیلی مواجه شده. مثلا اول در قدم اول فامیل پدریم بود که خیلی دوست نداشتن من در رسانه باشم، خب حقیقت است، ولی پدرم خیلی حمایتم کرد، یعنی در مقابل همگی استاد شد و گفت دخترم باید به چیزی که دوست داره برسم. مادر جانم حمایتگره که مثلا همیشه کلگی میگن قهرمانم پدرم است، من قهرمان اصلی زندگی مادرم است که هم دوستم است هم رفیقم است و شخصا خیلی احترامشم دارم.
ولی من واقعا مشکلات زیادی را دیدم، مثل دیگه دخترایی که مثلا در رسانه اومدن با مشکلات زیادی روبرو شدن، با توهین‌های بعضی مردمی که فکر میکنن که باید مانع پیشرفت دختر خانم‌ها شون مواجه شدیم. ولی ما کسایی هستیم که راه را برای دیگه دختر خانم‌ها باید باز کنیم، چون ما مشکلات را دیدیم، نباید دیگه دختر خانم‌ها مشکلات را ببینن. و او خاطر من مشکلاتم دوست داشتم. خب مستوره جان، هیچ رای نزن، حمایت فامیل کمرایت باشه، هیچ وقت هیچ کس خودت شکست دادن نمیتونه. خیلی برنامه جالب امروز مستوره جان البته داشتیم تا این لحظه، صحبت های خیلی خودمانی، صحبت هایی که مستوره جان فکر نکنم در هیچ برنامه گفته باشه، موضوعات شخصی خوده که در کنار از اینکه در رسانه مصروف است چی کارهای دیگه میکنه، چی فعالیت های دیگه داره. مستوره جان گفت که جیم میره. خب شد یک موضوع یاد کردی که مقصد امی جیم باز شده، خودت میتونی که بری دوباره ورزش بکنی، چون من یک مدت جیم نمیرفتم، یکم که احساس میکنم که خسته و مانده هستم، سپورت نمیکنم. از خاطر بر دوستان میگم که شما هم ورزش بکنین، ورزش خیلی بر صحت مهم است، خیلی رول مهم در زندگی داره. خب بر صورت مسئول جان، کدام گفتنی دیگه به دوستا داری، به علاقه مندای؟ یک موضوع که خود مسئول جان پیش از برنامه البته صبح بر ما یاد کرد، گله داشت از دوستایی که به نام مسئول جان و به نام کسایی که در رسانه کار میکنن صفات اجتماعی جور میکنن. من نمیفهم که این موضوعات، این صفات اجتماعی جور کردن نقلی چی فایده داره برشان؟ واقعا فکر میکنم مروه جان فایده خیلی زیاد براشان داره. من متوجهشون بارها به تماس شدن که به نام تو که تو یک خیریه داری و به نام تو از ما پول خواستن که مسئول جان یک خیریه دارم، یعنی به نام من میخوام از زمین درچه بگویم من هیچ نوع خیریه ندارم، من از هیچ کس پول نخواستیم. اگر صفات دیگه هستن لطفا تا که صدای خود من نشنیدین یا تا که من خودم امرتون به تماس نشیم هیچ وقت برای کسی پول روان نکنین، به نام خیریه، به نام کمک، بخاطر از اینکه نه به دست نیازمندش میرسه و نه فایدهش به کسی میرسه، فقط اینجا نام من بیچاره بعد میشه که مسئول خیریه داره، ولی نام از من کام از دیگر میشه. یک موضوع دیگه که یک دوست ما به من سکرین شات روان کرده بود از مسیجایی که به نام من یک فیسبوک نقلی جور کرده بودن، چی گفته بود؟ نفره گفته بود که یک 50 افغانی کردت روان که باز ما تو گپ میزنیم. من قدر خنده کردم، گفتم ما بله برای من مسیج کردن که این فیسبوک خودت است، من برات روان میکنم، چرا از دیگر خواستی؟ خب مستوره جان، این فیسبوک هم هیچ وقتی که خودم سرچ کردم که چقدر فیسبوک است، باز دیدم که یک امو فیسبوک هاییست که نقلی است، به دوستا مسیج میکنن که یک کارت روان کو. دوستا باید متوجه باشن که صفحات اصلی و نقلی چقدر یعنی تفاوت است، چقدر فرق داره. خب زیاد صحبت یعنی نمی کنیم که زیاد خسته کن شوه صحبت های ما، خواستیم که امی زندگی شخصی، البته موضوعات که مستوره جان در هیچ برنامه یاد نکرده، در این برنامه شما و آریانا از زبان خود مستوره جان شما بشنوین که تا فعلا از شروعی که کار کرده در رسانه چقدر برش خوشایند بوده، چقدر مخالفت ایجاد شده و چقدر یعنی مستوره دوست داره که در رسانه کار بکنه. یک موضوع دیگر ما میخوایم از مستوره پرسان کنم، به گفته یگان تا نهی که ما جنگ اندازی میکنم و یا میخوایم که یکی را با دیگر جنگ بندازم، نه ما او قسم یک دختر نیستم، فقط میخوایم که ما خودم شخصا بفهم و از برکت ما شما دوستا هم بفهمید که مستوره جان با کی زیاد از همکارای رسانه‌ای با کی زیاد صمیمی است و با کی یکمک زد داره، مخالفت. مروه جان نمیتونم بگم با کی زد دارم، به خاطر از اینکه من تمام دخترای خانمایی که در رسانه کار میکنن واقعا برای من قهرمان هستن. درست است با بعضیشون با امرای من اونا مشکل دارم، ولی من با هیچ کس مشکل ندارم، چون نمیخوام ز وقت خود با مشکل داشتن با دیگرا سپری کنم. من قدر زندگیم اهداف دیگه دارم که اصلا فرصت از این ندارم که با دیگرا مثلا مخالفت داشته باشم، مشکل داشتم. ولی در رسانه فکر میکنم یکی خودت هستی جانم که مثلا خیلی امرای سمیستم، یکی راضیه جان دوست خیلی صمیم که خیلی دوستش دارم و فاطمه جان، سه نفر که من واقعا در رسانه دوستشان دارم، فاطمه
هاشمی، مروه امینی احمدی ساری. مروه امینی یکی از دوستاست، اونام در رسانه کار میکردن ولی دوستم نبودن. مروه احمدی و رازیه جان حیدری که خیلی دوستشان دارم واقعا در رسانه. ولی گپ زد که نکنم قدر وقت داشته باشم که کد کس زد کنم، اونا که زد کنن اونا بیکار هستن. خب مسوره جان، از اینکه در آریانا کار میکنی چقدر خوش هستی؟ مروه جان واقعا از اینکه در آریانا کار میکنم خیلی خوشحال هستم، چون هر وقتی که صبح از خواب بیدار میشم با یک شوق با یک اشتیاق طرف دفتر میایم. وقتی که تمام همکارات باید خوب رفتار کنن، همگی صمیمی باید رفتار کنن، مثل یک فامیل باشن، واقعا اوجا کار کردنم لذت دارم. نه که مثلا یکی پشت دیگر خالی کنم. من همگی میگفتن که من جدیدا به رسانه آریانا اومدم، همگی میگفتن که دلیل انتخاب آریانا چی بود. من همیشه نه به پول فکر میکنم، نه به شهرت خیلی زیاد فکر میکنم، من به جای فکر میکنم که دو آرامش داشته باشم. وقتی که پای من دو جمع میمانم فکر کنم هنوزم در داخل خانه خودم هستم، نه که به ترس و لرز باشم که 10 دقیقه بعد چی اتفاق رخ میده. واقعا در آریانا من خیلی از کار لذت میبرم و همکارا قدر رفتار خوب میکنن، من فکر میکنم شاید چندین سال از من اینجا کار میکنم و این واقعا در دیگر رسانه ای را تجربه نکردیم. بین مستوره جان از تلویزیون آریانا از همکارای ما خیلی راضی است و ایره ما نمیگیم که ما در تلویزیون آریانا کار میکنیم تعریف کنیم که آریانا همکارای ما همیشان دوستانه و صمیمانه هستن بین خود، ولی واقعا که این موضوع است و همه ما مثل یک خانواده در آریانا کار میکنیم. و صحبت آخری مستوره جان هم میشنویم که چی گفتنی بر شما داره. فقط میخوایم بگویم که ما را حمایت کنین، ما به حمایت تک تک شما نیاز داریم. وقتی که ما آمدیم در عرصه پای گذاشتیم، دوست داریم که شما هم در کنار ما قدم به قدم ما را همراهی کنین، کامنت بگذارین، نظراتتون رو با ما شریک بزنین. برای ما خیلی ارزش داره کامنت هایتون و همینقدر میگم خیلی دوستشان دارم تمام هموطنای ما، خوب و بعدشان، کسی که خوب میگه کسی که بد میگه دوستشان دارم همگیشان. زنده باش مستوره جان، ما هم خودت دوست داریم. خب مستوره جانم گفت که شما دوستا نظریاتتون، پیشنهاداتتون در کامنت به ما بنویسین و کسی را که زیاد علاقمند هستین و دوست دارین که ما با امو همکار ما صحبت کنیم درباره زندگی شخصی شم، شما دوست دارین که بفهمین، در کامنت میتونین که شما بنویسین یا نوشته بکنین. الان نگهدار همیتون، خدا نگهدار.